که عاشق هنر هستن مثل ما امروز عاشق تر میشن. کسایی که عاشق هنر نیستن و اونقدر برش علاقه ندارن، مطمئن هستم امروز بعد از دیدن برنامه ما دیدشان نسبت به هنر تغییر خواهد کرد. جایی که ده ها اثر نقاشی رسامی در اینجا وجود داره، نامش از نگارستان ملی ما. ساختمان دارای 18 اتاق خرد بزرگ است. در هر کدام از این اتاق‌ها که داخل شاین عالم از حرف هاست. هدفم همون نقاشی‌هایی است که درش وجود دارن. اولین نقاشی میشه برش گفت که در این نگارستان ملی ما ثبت شده و برای این نقاشی بیشتر میگن طوفان میمنگی. در اینجا نقاشی‌هایی است که ممکن شما هیچگاه ندیدین. مثلا نقاشی که من هیچ وقت ندیده بودم. پدر شاه امان الله خان، امیر حبیب الله خان، نقاشی یا پورتریتی که توسط پروفسور غلام محمد میمنگی نقاشی شده. در کنار آثار نقاشی اینجا چیزهای دیگه هم ما پیدا کردیم که میبینین یک مسجد هست. قسمی که در این قسمتش نوشته است توفیه یکی از کسای از به نام میر غلام علی تالپور که برای محمد ظاهرشاه ای به طور تحفه داده شده که زمان جنوشته از کینگ آف افغانستان. ما در محافل عروسی ما همیشه اتن میکنیم وجود دارم. امیال همینجا یک دول نیبود که اتن میکردم براتان. به هر حال شک نقاشی بسیار زیاد کلانتر، خیلی کلانتر در اینجا هست که اتن ملی کشور ما را بر ما برنمایش میگذارن. خب خوشبختانه در سالون هم میتونیم یکی از کسایی که در نگارستان ملی مصروف کار هستن پیدا کنیم. شما در مورد این نقاشی بر ما معلومات بدین، چون وقتی یک نقاش یک هنرمند میخواد جای را نقاشی کنه حتما یک قصه ایده او پیدا میکنه. خوب است؟ استاد غوث الدین خان نقاش بسیار بزرگ و ورزیده و چیره دست بودن که نقاط مهم به تصویر کشیدن. طور مثال از جمله تابلوهای مشهورشان است بله؟ خشم چنگیز. چنگیز خان در حالت جنگ نواسه یا بچه خود از دست میده، باز خشم چنگیز تور میخوره و یک صدا میکشه، میگه بزنین این شهر رو ویران کنین، خانه هایشان رو در بدین، کلشان رو قتل عام کنین. این تابلو بسیار مقام بالایی داره و تابلوی میتونیم گفته بیجوره است. این تخیل است، تاریخ خواندن، نظر به تاریخ، قصه رو که باخبر شدن خودشان نقاشی کردن، نمو حالت و صحنه جنگ رونمایی کردن. چقدر سخت است که بله، کار سخت است که هنر همی است، اصل هنر. بابای ملت ظاهر شاه، احمد شاه ظاهر بچه شان است که در حالت تفلی اینا رو نقاشی کردن. البته یک تفاوت با اون نقاشی دیگه ای داره که اونا رنگ روغن است، این پاستل یا رنگ پنسل و پاستل است. پاستل رنگی است به شکل رنگ تباشیری کار شده. استاد قربان علی عزیزی اینا ایشان خودشان هستن؟ این چهره خودشان است که خودشان عکس خود از روی آینه نقاشی کردن، یعنی آینه را پیش روی خود گذاشتن، چهره خود از آینه که دیدن برداشت کردن، با رنگ روغن نویتش است نقاشی کردن. خیلی دوست دارم در مورد یکی از نقاشی های اینا صحبت کنیم. شهر قدیم کابل است به نام شور بازار میگوش یا شار کونه مسماست. احمد یوسف خونزاد متاسفانه چند ماه پیش در جریان اوایل این سال فوت شدن، خدا غریب رحمت کنشان. در مجموع آثار کوزاد اکثریتش و تا آبرنگ است و رنگ روغنی نداریم. اینا در رنگ یوی یا مو آبرنگ که میگن مهارت خاص داشتن. به نام عروس غور است. عروس غور به نام گنبد کوتوالی بود، جای مشهور است. در ارگ پادشاهی که نم داخل میشدیم یک سرای بوده که میمونا و خارجی هر کسی که میامدن در اینجا یک توقف میکردن، آماده میشدن تا داخل ارگ بشدن.
امین جای یک نقاشی مقبول تر ما میبینم. هر کس زباری می سوال میکنه. قبل از اسلام برای عبادت بت که می آمدن نوازنده ها زن و مرد، این زن نشانده اینی تصویر نشانده ایش است که به می شکلی که می بینن لباس داشتند و در وقت موسیقی می نواختند. او هم جزوی از عبادتشان بودن. هر کسی که به عبادت بت می آمدن باید موسیقی در بکراوند شنویده می رفت. مثل که آل در هندوستان بله ما شاهدش می تانیم باشیم. اینا معذب بودن که همونج موسیقی بنوازن. باز تاریخ هم گواهی همی بوده که لباسشان رو بیان کرده در لباسشان رو. اهمیت رسازویی که در نگارستان در یک کشور داره یه از که اول خب اونها رو فرهنگش معرفی میشه. قسمه که ما و شما میگیم همیشه به این فکر هستیم که ما تاریخ 5000 ساله داریم. تاریخ 5000 ساله از روی چی معلوم میشه؟ اکثرا اگر ببینیم در رواقای بت بامیان از هنر کار شده. از این میجاست که تاریخ و هنر معلوم میشه که ما چقدر کهن داریم و ادعا هم کرده میتونیم که ما تاریخ 5000 ساله داریم. در این قسمت زینه هم نقاشی های زیاده هست. جمع همین نقاشی که از شاید بلقیس هست که مربوط ماستر عبدالعزیز هندی است و چندین آثار دیگهش تا انتهای زینه میبین دیکور کردیم. بسیار بریم بخیر پایین. ماستر عبدالعزیز هندی هم البته از هم دوره پروفیسور غلام محمد میمنگی است. اون هم از جمله استادا یا نقاش های ارگ پادشاهی بودن. خب بسیار یک نقاش چیره دست ماهر بودن. بالای سار کابل است که البته به این شکل نیست وقت زمانش بود. چقدر قشنگ بوده ای. و اصل آثار بالای سار حدودش بود. اولین آثار و اصل این آثارش همی است در نگارستان ملی است. فرض کنید یک نفر دوست داره در نگارستان ملی بیای یک نقاشی خوشش بیای بگه من میرم میبرم میخرم، کس توان خریداری هم تون نقاشی را داره؟ نظر به این گپتان نداره کس توان خریداری شه. اگر از لحاظ مالی داشته باشه قانونی نداره. آثاری که در نگارستان ملی میایه از نامش معلوم است نگارستان ملی. او آثار که ثبت راجستر میشه یا ای که اگر نگارستان او را بخره و یا ای که هنرمند خودش تحفه بده او ملی شد، از کل ملت شد، کس حق فروختن و بیرون کشیدن حتی نداره. فرض کنیم سر همین نقاشی یک قیمت گذاشته میشه، چه قیمته؟ چطوری روی از قیمت می فرضیم قیمت همین نقاشی چند است؟ قیمتی 32000 دلار است. او یک تا خانه میشه با خود بخرم. بله البته آثار را ما قیمت گذاری میکنیم چون او معلوم باشه در دایره دولتی که اینی آثار ثبت راجستر است، ارزش یا قیمت ازی چند است. مثلا این راجستر است. این راجستر است از هنرمند معاصر امروزی ما است. خود هنرمند توسط کمیسیون اینا قیمت گذاری شدن و قیمت ماندن. و هر کس میتونه از این نمایشگاه ما دیدن بکنه. در اینجا برای هر هنرمند اتاق علایده داریم، مثلا اتاق پروفسور غلام محمد میمنگی و آثار برای استاد عبدالغفور برشنا، استاد برای کوزاد، استاد برای غوث الدین خان آثار داریم که برایش اتاق ساخته شده و به نمایش گذاشته شده. در اینجا وظیفه خود نگارستان ملی است که آثار هم حفظ بکنه و هم نمایشگاه معقد بسازه. هیچ وجود نداشت و بعد از ترمیم این به این شکل ترمیم شد. بسیار. این نقاشی مربوط خود افغانستان است؟ مربوط جنگ افغان انگلیس میشه. یک منطقه است به
نام جگدلک کنجا پای افغانی سنگرگیری کرد. دوران جنگ های خانمانسوز که تعمیل جنگ های تعمیلی بوده در اینجا اکثرا داشتهایش از بین رفته و داشتهایش تقریبا در دوران طالبا چیر شد و از بین برد که در او دوران ما حضور داشتیم. یک تعداد تابلوها رو من خودم کفر کردم در نگارستان ملی پوش کردم که انظار طالبا و مردم در همان باشه و در قالب زیرو بود و بعد از او که طالبا رفتن دوباره او رو گرفتیم رویش کوشش شواز کردیم و به نمایش گذاشتیم. بخن همین نقاشی است که ترمیم شدن، اینا هنوز باز نشدن و امروز در برنامه زمان ما برای شما بازش میکنیم. بسیار خوب فعلا باثبات شده و جلوگیریش لحظه ریزش رنگش و همچنان بسیار به شکل مسلکی توسط استادان بسیار ورزیده ای ترمیم. خود نگارستان ملی در خدمت مردم بوده و مردم میتونه از آثار ازی دیدن بکنه و در خدمت مردم قرار داره. داد اسمه این ورقی که میبینین چیز عادی نیست. وقتی که اوقات رسمیات نگارستان ملی تمام میشه دروازه که راه ورودی نگارستان ملی هست هر روز مرولاک میشن، چون آثاری که در اینجا هست بسیار زیاد مهم هستن و باید که بخطر نگهداریشان متوجه این کار باشن. حدوداً 110 سال پیش این تعمیر با سبک معماری ترکیبی اعمار شد. در او زمان غلام حیدرخان چرخی که یکی از شخصیت‌های سیاسی و جنرالان آن زمان بود در این خانه با خانواده خود زندگی می‌کردند. اما اکنون بعد از بیش از 100 سال اینجا تبدیل شده به خانه امن آثار هنری کشورمان، نگارستان ملی، یکی از جایی که ما واقعا عاشقش هستم. من حال از اینجا میرم اما روح من اینجا باقی می‌ماند.